با سلام و درود خدمت شما زبان آموزان گرامی، با مجموعه آموزش لغت روز در خدمت شما هستیم با پلیلیست اعتقاد مفید برای زندگی در آلمان. خب در این قسمت میخوایم شما رو با سوسیال فلزشون و چند تا فلزشون دیگه آشنا کنیم. شاید خیلیاتون اگه در آلمان تازه اومده باشید یا زندگی کنید با سوسیال فلزشون حتما سرکار داشتید، بیمه اجتماعی. میخوایم اینجا به شما توضیح بدیم که چه بیمه هایی جزء سوسیال پزشکون هستن یا اصلا سوسیال پزشکون چیست، چیه یا و اینکه چند درصد هستن اینا. خب شروع میکنیم. سوسیال پزشکون هر کسی توی آلمان زندگی میکنه یه سوسیال پزشکون داره که یه شماره مخصوص خودشه که میشه بیمه اجتماعی. هر کسی که توی آلمان کار میکنه شاغله که این سوسیال فلزشونگا رو باید پرداخت کنن. خب بیاین ببینیم که به بیمه اجتماعی چه چیزهای جزء بیمه اجتماعی هستن. کرانکن فلزشون که اینجا مخففش کافاو هست، بیمه درمانی. هر کسی که توی آلمان زندگی میکنه یک کرانکن فلزشون داره، حالا از هر شرکتی چون شرکت‌های مختلفی هستن. رنت فلزشون مخففش آرفاو، بیمه بازنشستگی. اربایت لوزن فلزشون آفاو مخفف، بیمه بیکاری. فلگ فلزشون پفاو، بیمه خدمات مراقبت. اون فال فرزشخون او فاو، بیمه حوادث. این 5 تا بیمه جزء سوسیال فرزشخون هستن. وقتی شما زمانی از سوسیال فرزشخون صحبت میکنید از این 5 تا صحبت میکنید که هر کدوم از این 5 تا یه درصد مشخصی رو دارن. هر سال ممکنه عوض بشن. امسال سال 2019 میلادی یک کمی نسبت به سال 2018 تغییر کردن که با هم میبینیم که چند درصد هستن. خب میریم، ما الان سال 2019 هستیم و اینکه برای مثال شخصی که کار میکنه، شخصی که یه جای مشغول بیکاره، واسه از درآمدی که داره باید سوسیال فلزشون رو پرداخت کنه. در سال 2019 ما الان هستیم، واسه کرانکن فلزشون باید 14.6% از درآمدی که داره، از حقوقی که میگیره باید پرداخت بشه. خب آیا این همه 14.6% رو باید شخصی که کار میکنه پرداخت کنه، یعنی کارمند باید پرداخت کنه یا صاحب کارم باید پرداخت کنه؟ در سال 2018 یه جوری دیگه بود، ولی از سال 2019 این درصد 14.6% مال کرانکن فلزشون نصف شده. 0.7% باید کارمند پرداخت کنه، 0.7% باید صاحب کار پرداخت کنه. یعنی نصف شده. قبلا 2018 این بود که یک کمی مال کارمند بیشتر بود. خب اینجا هم یه اسم چند تا شرکتی که مال بیمه خدمات درمانی ارائه میدن رو آوردیم: آوکا، ایکاکا، بارمر، بیکاکا، آکاکا، دا آکا. واسه کرانکن فلزشون اگه شما شنیده باشید، شاید شنیده باشید که پریوات کرانکن فلزشون، اینه که واسه شما اول توضیح دادم گزتلیشه کرانکن فلزشون، یعنی هر کسی که توی آلمان هست باید داشته باشه. ولی خیلی ها مثلا توی آلمان درآمد خیلی زیادی دارن، مثلا 6000 یورو ماهانه، 7000 یورو، 8000 یورو ماهانه دارن و میخوان یه بیمه درمانی خصوصی رو داشته باشن. اینجا یه
لغتی داریم به اسم Krankenversicherungspflichtgrenze. یعنی مرز این که یه شخصی بتونه زمانی که از این حد ماهانه بیشتر درآمد داشت میتونه این انتخابو داره که واسه خودش یه بیمه درمانی خصوصی پیدا کنه، یعنی قراردادشو ببنده. سال 2019 اگه کسی بالای 5062 یورو 50 سنت ماهانه درآمد داشته باشه میتونه یه پریوات کرنکاسه قرارداد ببنده. اگه کسی اوبا 5062 یورو 50 سنت مناطلیش درآمد داشته باشه میتونه با بیمه خصوصی داشته باشه، بیمه خصوصی درمانی داشته باشه. اگه کسی هر کسی هم که زیر این درآمد داشته باشه، زیر این 5062 یورو داشته باشه، دیگه خودکار گزتلیشه کرنکنکاسه داره، یعنی کرنکنکاسه بیمه خدمات درمانی معمولی. سال 2019 هر کسی که بالای این 5062 یورو 50 سنت ماهانه درآمد داشته باشه میتونه این انتخاب رو داره، باید نیست، این انتخاب رو داره که قرار داده بیمه درمانی خصوصی ببنده. هر کسی هم که زیر این اندازه حقوق داشته باشه خودکار بیمه درمانی معمولی رو داره. فرقشون اینه که خیلی جاها خیلی از دکترها، اگر شاید خیلیاتون تجربه کرده باشین که مثلا وقتی که یه بیمه درمانی معمولی داشته باشید از یه آگن آتس مثلا چشم پزشک بخواین وقت بگیرین یه وقتی رو مثلا واسه 4 ماه بعد بدون، اگه پریوات کرنکنکاسه یه بیمه خصوصی، یه بیمه درمانی خصوصی داشته باشید خیلی زودتر کارتون رو رامندازن. و اینکه در بیمه خصوصی هزینش بالاتره، واسه همین زودتر کارتون رو رامندازن اکثر دکترها، نیست نه همشون ولی خب اکثرا. خب رنت فرزیش خون بیمه بازنشستگی 16.6% هست که اینجام کارمند و صاحب کار نصف و نصف میدن، 9.3% میدن، کامل کارمند یعنی یا کارگر نمیدن، کارمند نصف، صاحب کارم نصف و نصف. رنت فرزیش خون چیه؟ وقتی شما بازنشسته بشه در هر کاری نسبت به اون حقوقی که داشتید و اندازه‌ای که پرداخت کردید واسه این رنت فرزیش خون ماهانه یه حقوق بازنشستگی به شما پرداخت میشه که متفاوته، اونجوری نیست که همه یه اندازه باشن. خب Arbeitslosenversicherung بیمه بیکاری سال 2019 2.5% که در اینجا نصف میشه، کارمند و صاحب کار هر کدوم 1.25% پرداخت میکنن نصف و نصف. خب فلگ فزیشخون بیمه مراقبت، شاید خیلیاتون بپرسید که بیمه مراقبت چیه. خیلی از کسایی که پیر میشن یا مثلا پیر شدن نمیتونن خیلی از کارهای خودشون رو انجام بدن، این واسه اون موقع است. یه سازمانهایی هستن بهشون میگن فلگ دینس، یعنی سازمانهای مراقبت درمانی، این واسه اون زمانه یا زمانی که شما تنها هستید بیماری یا مثلا نیاز به مراقبت دارید، این واسه اون زمانه. 3.5% اندازه که به صورت نرمال کارمند و صاحب کار نصف و نصف میکنن و زمانی که بالای یا
23 سال باشه و اینکه بچه نداشته باشه، بالای 23 سال باشه و بچه نداشته باشه 25% بیشتر میره. بالای 23 سال و بچه نداشته باشه 25% بیشتر میره. فقط کارمند اینجا. خب اون فال پزشکون، اون فال پزشکون یعنی بیمه حوادث. زمانی که شما جایی کار میکنید، مشغول به کار هستید، این بیمه رو هم خود به خود دارید. و اینکه چند درصد هست این بیمه، این بیمه نسبت به شغلی که دارین، نسبت به نوع شغلی که دارین اندازه گیری میشه. و اینکه فقط صاحب کار پرداخت میکنه، شما پرداخت نمیکنید به عنوان کارمند، فقط صاحب کار پرداخت میکنه. و اینکه چند درصد هست نسبت به شغلی که دارید، نسبت به خطرناک بودن شغلتون و اینکه ممکنه چه حوادثی توی شغلتون بیفته اندازه گیری میشه. خب اینجا سه تا بیمه مهم دیگه هم لیست کردیم. هاپلیس فیزیشون، بیمه شخص سالس، یعنی شما میتونید انواع مختلف از این بیمه شخص سالس هست که مثلا من تو خیابون دارم با دوچرخه میرم و اشتباهاً میخورم به یه ماشینی و آینه بغلش میشکنم. اگه زمانی که این هاپلیس فیزیشون رو داشته باشم، این هاپلیس فیزیشون پرداخت میکنه. ولی خب مدل مختلف داره و اگر اینو من نداشته باشم باید خودم پرداخت کنم. یه توضیح کوتاهی بود واسه این. کایفست فیزیشون، کسایی که ماشین دارن میدونن بیمه ماشین، و اینم مدل مختلفی داره. هاوسرات فیزیشون، بیمه خانگی برای جلوگیری از مثلا آتش گرفتن، دزدی، سیل و از این جور چیزا. میتونید خونتون و وسایل خونتون رو بیمه کنید. هاوس خاطر بدیشون. و همه اینا زیرشاخه‌های مختلفی دارن که اینجا جا نمیشه بگیم. ولی خب همینقدر رو بدونید که توی آلمان اگه باشید هاوس بدیشون خیلی مهمه و خیلی کاربردی. اگه میبینید امکان داره حادثه ای واسه شما پیش بیاد که بخواید خسارتی رو پرداخت کنید، کایفست فیزیشون باید داشته باشین وقتی ماشین دارین. هاوس خات فیزیشون هم بایدی نیست، ولی خب هر کسی میتونه تصمیم بگیره که آیا میتونه خونش و وسایل خونش رو بیمه کنه یا نه. خب این بود ویدیوی آشنایی با بیمه ها، سوشیال فیزیشون. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. پلیلیست اطلاعات مفید زندگی در آن ما رو دنبال کنید، یوتیوب ما رو هم دنبال کنید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.